کارت به استخوان مردم رسیده آب که نیست نونم نایاب شد تلویزیون شبکه تبرستان از شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری فاسد اسلامی میگه کمبود و گرونی نون تو کلان شهرها و برخی دیگر از شهرهای کشور به مشکلی برای مردم به ویژه محرومان تبدیل شده هموطنی میگه یک مسئول نمیاد ببینه که این صف دو ساعت برای چیه به خاطر نون دو ساعت معطل میشیم کار ما شده نون گرفتن هر جا میریم باید دو ساعت تو نوبت وایسیم نونوا میگه شلوغی نونوایی به خاطر اینه که سهمیه ما پایینه نداریم که بپزیم وقتی بربری شروع به کار بکنه با لواش راحت 100 نفر 150 نفر همزمان توی صفن نون تو شرایطی نایابه که قیمت آنلاین اون برای آغازاده و قارتگرای حکومتی با سنگک دونه 35 هزار تومان به وفور یافت میشه فقط کافیه تماس بگیرین تا نون لاکچری به هر میزان که بخواین تو منزل تحویلتون بشه اینم خبری بود که چندی پیش توسط سایت داخلی تجارت نیوز اعلام شد حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در این باره گفته در حال حاضر شاهد یک تورم بالای 50 درصدیم که برای پنج سال متوالی کمر مردم رو شکسته و تعادل زندگی رو به هم زده و منشأ فشارها و نابسامانی های بسیاریه میشه گفت کارد به استخون مردم رسیده این در حالیه که معاون سیاسی وزیر کشور دولت رئیسی تو نشست با کارگزاران امنیتی پرده از حساب و کتاب هایی که تو اتاق فکر خامنه ای و پاسداراش میگذره کنار زده و میگه وقتی محرم و سفر تموم بشه بعد اربعین که پونزده شهری وره بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و سالگرد اختشاشات رو داریم و یک دفعه وارد معرکه جدیدی میشیم و ما رو میکشونن و میبرن به جایی که دیگه اولویت ما انتخابات نیست چون درگیر میشیم هم ذهنمون و فکرمون و هم شاید کف خیابون و موضوع امنیت این مهره امنیتی نظام درمانده که میدونه این هشدارهایی که باید بده بیش از پیش زیر پای نیروهای وارفته حکومتی رو خالی میکنه میگه من نمیخوام شما رو بترسونم نیتم اصلا ترسوندن نیست اما موضوع مهمه مهمه برای همین تو حوزه امنیتی باید بدبینانه ترین سناریوها رو پیش بینی کنیم چرا که احتمال اتفاقات بد وجود داره برگی از باغ فساد در جمهوری اسلامی توسط مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف اوقاف بدون هرگونه نظارت رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده وحید اشتری میگه اخیرا مطلع شدم تو قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینی امینی ها رو تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند کنجکاف شدم ببینم ایشون آقازاده کدام یک از مسئولینه از نتیجه جستجو بهت زده شدم به خاطر احکام دادگاه و حجم پرونده هایی که دارم تصمیم گرفتم چند خطی با مستندات و مدارک بنویسم و به هر جایی که دستم میرسید رسوندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفته متاسفانه ماها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد البته حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد برای اتمام حجت با خودم بود لاجرم این چند خط رو اینجا میگم تا شما هم بدونید الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیرزمین در حاشیه ترین نقاط شهر نمیتوانند اجاره کنند ولی یک موقوفه 150 هکتاری و یک دامداری هزار رأسی در قزوین رو با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردند این موقوفه عظیم متعلق به حسینی امینی هاست که یکی از دیدنی ترین نقاط قزوینه اسم مشخصات خانم چایچیان رو سرچ کردم از نامبرده اطلاعات خاصی وجود نداشت یکی دوتا شرکت در روزنامه رسمی یکی دوتا تلفن در برخی مدارک که کسی پاسخگویش نبود و یک آدرس در محله اوزگل تهران اینکه 150 هکتار زمین با یک دامداری هزار رأسی در روز روشن با ماهی یک میلیون تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشه به کنار اینکه در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف رو قید کنن دیگه خیلی اعتماد به نفس میخواد اسامی فرزندان آقای خاموشی رو البته یکی دو جا دیده بودم مشخصا خانم موناچایچیان در روزنامه رسمی فرزند سید محمد شجاع الدین به شماره ملی فلان رو از دوستانی که با از خانواده آقای خاموشی در تعاملن جویا شدم. متوجه شدم متاسفانه ایشون عروس رئیس سازمان اوقاف کشورن باورم نشد این ماجرای عروس آقای خاموشی وجه نمادین قابل تحملی داره پیشتر که هفته یک خبر از بازداشت مدیران اوقاف می اومد چند مرتبه گفتم این دستگیری ها اهمیت نداره اوقاف بدون هر گونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلفت فساد در کشور شده و باید در مورد اون ساختار حرف زد رئیس کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل گفت که اسرائیل میتونه تفاهم قابل قبول بین ایران به عنوان دشمن اصلی خود و ایالات متحده رو بپذیره به شرطون که این توافق نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران رو در بر بگیره به گزارش رویترز پس از انتشار گفته های این مقام ارشد پارلمان اسرائیل توی گفتگوی تلویزیونی دفتر بنیامین نتانیاهو از اظهار نظر درباره اینکه آیا این موضع عضو حزب لیکود منعکس کننده دیدگاه های نخست وزیره یا خیر خودداری کرد نتانیاهو پیش از ارائه توضیحاتی به کمیته امور خارجی و دفاعی در سخنان تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی گفت موضع ما روشنه هیچ توافقی با ایران اسرائیل رو به هیچ چیزی ملزم نمیکنه و ما هر کاری که لازم باشه برای دفاع از خود انجام میدیم نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه مخالفت تلاویو با احیای برجام کارسازه افسود با این حال تفاوتهایی در نوع نگاه نسبت به این مسئله وجود داره در مورد توافقات کوچکتر نیز موضع خودمون رو پنهان نمی کنیم و چه در جلسات غیرعلنی و چه در جلسات علنی به وضوح اعلام نظر کردیم به گفته مقامات ایرانی و غربی واشنگتن که یکی از متحدان اصلی اسرائیل در حال مذاکره با جمهوری اسلامی برای ترسیم گام هایی که میتونه شامل محدود کردن برنامه هستگی ایران باشه این گام ها به عنوان تفاهم به جای توافقی مانند توافق سال 2015 در نظر گرفته میشه که مستلزم بازنگری از سوی کنگره ایالات متحده است کارشناسا میگن اونچه که هنوز مشخص نیست موافقت ایران با مهار غنیسازی اورانیومه مقامات اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو در این زمینه نظرات متفاوتی ارائه کردن مشاور امنیت ملی نتانیاهو در مصاحبه‌ای در روزنامه اسرائیل منتشر شده میگه که اسرائیل در هیچ تفاهم جدیدی به اندازه توافق 2015 آسیب نمیبینه اما آماده ی تغییر مسیر ایران از غنیسازی اورانیومه هانگ بی با اشاره به خلوص شکاف پذیر 90 درصدی مورد نیاز برای ساخت بمب اتم گفت این یک موضوع غیرقابل قابل انکاره که غنیسازی اورانیوم به دلیل نیازهای تسلیحاتی انجام میگیره با این حال هفته گذشته راندیر میر وزیر امور استراتژیک اسرائیل که هانگ بی رو در گفتگو با مقامات واشنگتن در مورد ایران همراهی می کرد نسبت به هرگونه توقف سطوح فعلی غنیسازی سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد او سخنانی در مجمع جهانی کمیته یهودیان آمریکا در تل‌آویو گفت موافقت با این موضوع یعنی شما به سطح بالاتری از غنیسازی در ایران آشتی می ما آن زمان فکر می کردیم که این ایده بدی است و امروز هم فکر می کنیم ایده بدی است دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که در احیای توافق سال 2015 شکست خورده امیدوار است که با اعمال برخی محدودیت ها به مانع دستشویی ایران به سلاح هسته ای شود سلاحی که میتواند اسرائیل را تهدید کند و آغازگر یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه باشد دولت ایالات متحده گزارش درباره تلاش برای رسیدن به یک توافق با تهران را رد می کند. جمهوری اسلامی مدعی است که توافق جدید در دستور کار نیست و از خواسته هایش عقب نشینی نمی کند.